عزلم رو که میشناسین نه؟ پیش شوهرتون کار میکنه. بله میدونم. شما اونو از کجا میشناسین؟ من نامزدشم. یعنی قبلا نامزد بودی. بینمون یه سوء تفاهمی پیش اومد، جدا شدیم. راجع به این موضوع حرفی نزده بود. من یکم اذیتش کردم، یعنی یکم نه، خیلی خیلی بیشتر. آره مشخصه. شمارش رو عوض کرده، اسباب کشی هم کرده، نتونستم پیداش کنم. خدا قسم میخورم هر کاری که کردم از دوست داشتن زیاد بود. لیلا خانم، جایی که من بزرگ شدم، چطوری بگم، آدم خوب بودن زیاد مهم نیست، یعنی به این راحتی ها نیست، اما هر کاری کنه هی کاش میشد. دوباره بتونم ببینمش. من آدم خوبی شدم. انگار خیلی دوستش داری. خیلی زیاد. طوری که چشام جز اون کسی دیگه یا نمیبینه. میتونم بفهمم. خوشحالم که میفهمید. تو اینجا چی کار داری؟ اینجا رو چطوری پیدا کردی؟ فکر کردی نمیتونم پیدات کنم؟ چی میخوای؟ چرا آمدی؟ آمدم تو رو ببینم. تو نیومدی دیدن من، اما من تا دم در خونت اومدم. چی میخوای؟ مثل قبل بشیم. حاضرم همه چی رو فراموش کنم و ببخشمت. هنوزم دوستت. واقعا؟ اما من تو رو نبخشیدم. نامم به دستت نرسید؟ رسید. تک تک کلماتش تو ذهنمه، اما میخوام فراموش کنم. فراموش نکن، چون تمام حرفای اون نامه هنوزم معتبری. تمام شد. تموم شد. صبر کن. به خاطر کی با من اینطوری رفتار میکنی؟ من چی کارت کردم؟ چی کارت کردم؟ هر دوتونو نابود میکنم. هر دوتونو نابود میکنم، فهمیدی؟ نابودتون میکنم. تو مال منی. تو مال منی. تو هنوز منو دوست داری. هنوز منو دوست داری. مطمئنم. دوستت ندارم. دوستت ندارم، فهمیدی؟
افسوسم نداری؟ نه ندارم. باور دیگه هیچ وقت دورو بر من پیدات نشه. نمیخوام ریخت تو ببینم. نمیخوامت. دیگه دنبال من نیا. دیگه منو پیدا نکن. من تو رو نمیخوامت، میفهمی؟ نیا دنبالم. کمال همه چی یادش اومد؟ آره یکم طول کشید اما یادش اومد. خب اما چرا فائقونو زده؟ با هم مشکلی داشتن؟ آقا کمال زیاد در موردش صحبت نکرد اما فائق گفته بود که پلیس بهش حمله کرده. بی خودی نمیشه، حتما یه دلیلی داشته. حتما، اما ما متاسفانه هنوز دلیلشو نمیدونیم. نمیخوام دست و پاتو ببندم، منو مجبور نکن مثل آدم بشی. این که جز تو کسی رو ندارم دروغه. شما اینا رو بنویسین لطفا، ممنونم. سه ماه قبل. خانم من کارم خیلی فوریه، باید حتما ببینمش. نتونستم وقت بگیرم ولی الان باید ببینمش. اصلا متوجه نمیشم. تو بهش بگی من پیش نازمی اورغلی کار میکنم، خودش متوجه میشه. خانم محترم، آقای کمال اینجا نیستن، الان یه جلسه مهم دارن. اه؟ زنگ بزن بپرس، نشون بده اتاقش کجاست، خودم میرم. آها خودش اومد. آقا کمال باید حرف بزنیم. بفرمایید. بگو تو جلسه هم کسی نیاد تو. چشم. تو اینجا چی کار داری؟ با چه جسارتی اومدی؟ شما مجبورم کردین. یعنی چی؟ دکتر فوت کرد و تو هم قرارمون یادت رفت. زود همه چی رو فراموش میکنی. منم این وسط بیکار شدم. تو راجع به چی داری حرف میزنی ها؟ از این به بعد پولو میریزی به حساب من، وگرنه نمیتونم جلو دهنمو بگیرم. اینجا اومدی هیچ، تازه ازم باجم میخوای؟ به چه جرأتی؟ حالا خودت میدونی اسمشو میخوای باج بذار یا هر چیز دیگه. ببین اگه تا دوشنبه تو این حساب پول نباشه همه چیو میگم. ببخشید یه لحظه، منو یادتون میاد؟ اومدین با آقا کمال راجب چی حرف بزنی؟ ازتون سوال پرسیدم، میشه جوابمو بدین؟ به تو چه آخه، من با ایشون کار داشتم. ببین جواب منو بده، وگرنه من از یه راه دیگه میفهمم و این دنیا رو برای جهنم میکنم، هم واسه تو هم واسه اون نازمی. جواب منو بده. بچم کجاست عوضی؟ چی کار داری میکنی؟ دیوونه شدی؟ پسر من کجاست؟ اصلاً دیوونه شدی؟ راجب کدوم بچه حرف میزنی؟ دیوونه شدم؟ آره راجب بچه‌ای که نه ماه تو شکمم بود دارم حرف میزنم. عوضی که گفتی مرده. اون زنه همه چیو بهم گفت. دیگه همه چیو میدونم. میدونم بچم رو دادی به کسی و بهم دروغ گفتی. همینجا میکشمت، فهمیدی؟ میکشمت، به خدا میکشمت کمال، میکشمت. بسه. همه چی تو ظاهر راحت بود نه؟ حواست به بچه باشه، زنتو طلاق بده. من بهت قول نداده بودم، من قول هیچ کاری رو بهت نداده بودم. خودت باعث شدی. من خوبی تو رو، اون بچه رو میخواستم. چه خوبی؟ این کار یه حیوانه، میفهمی؟ تو خیلی خودخواهی. فقط به فکر خودت هستی، نه به فکر من هستی، نه به فکر لیلا هستی، نه به فکر بچه هام. به فکر بچه خودت هم نیستی. دوست دارم بدونم میخواستی برای بچه چی کار کنی ها؟ برای بچه میتونی چی کار بکنی؟ همش همینه ها؟ من زندگی اون بچه رو نجات دادم، زیر سایه من اون بچه خوشبخت میشه. باشه، به هرچی که بخواد میرسه. بچه من کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ نمیدونم یعنی نمیدونم که کجاست. خانواده رو دکتر میشناسه، من چیزی نمیدونم. گفتن بهتره من چیزی ندارم، منم قبول کردم. نمیدونم، نمیدونم بچه کجاست. با دکتر هم دست شده بود، زنه یه مریضی داشته که
بچه دار نمی شده. اینا یه مدت سعی کردن از پرورشگاه بچه بیارن اما نشده. بعد که کمال به دکتر گفته اونم به این فکر رسیده که چرا بچه رو ندن به اونا وقتی من بیهوش بودم تا بچه به دنیا اومده، دادنش به اونا. به منم گفتن مرده. وقتی فهمیدم که خیلی دیر شده بود، نمیدونم کجاست، نه پیش کیه، کمالم هیچی از بچه نمیدونه، فقط دکتر میدونسته که اونم مرده. لیلا. آزم سلام عزیز دلم، حال چطوره؟ خیلی بهت نیاز دارم، یه مشکلی دارم نمیدونم چیکار کنم. کرم امسال تولدشو نمیخواد تو کلوب بگیریم، میگه یه چیز متنوعی میخوام. به خدا اونقدر کار دارم که نمیدونم چیکار کنم. گفتم به تو بگم، آخه تو از این کار خوب سر در میاری. بیدارت که نکردم یه وقت صبح باید زنگ میزدم. نه تازه میخواستم بخوابم. آه شنیدم کارام سنگین شدن. کمال بهم گفت شوهر من داره خستت میکنه. نه خستم میکنه. خب یه نظری بده چیکار کنم. من یه سورپرایز خوب براتون آماده میکنم. جدی میگی؟ یه دونه ای تو اصلا؟ لیلا من بعدن بهت زنگ میزنم. باشه باشه، فردا حرف میزنی. شبت بخیر. شب بخیر. Bizim bayramı çocuklara devirdik. Çok düşünür olduk, bizim tarih eskidikçe çoğal. Kızır olduk, mam lazım dilimize laf geleli. Adam olduk sandık es geçmeyi, üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık, insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa, biraz daha tatmalı. Prensipli biraz bazen unutmalı. Geçersin hayatından ya da gelip kalır. Her günün bir güzelliği var, en güzel anlamdayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelip kalır. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. Avcı Yozan bir hadi ki, lütfen. Hafam o zaman inen de var. Bir hadi ki, tut elimi yeniden. Bırak kararını. چرا نشستی تو؟ آه عزیز دلم ممنون. اگه تو نبودی که این چیزا به فکر من نمیرسی. نگاش کن ببین چقدر شاده.
زود باش دیگه. نه. بیا تو هم بری. نه. بیا بری. ببین نیای دوباره میام سراغ تو. ها؟ بجنب. عزلم تو این شماره را از کجا پیدا کردی؟ باید ببینمت. بچه کمالو بدزدیم؟ آخه چرا؟ چون یکی باید بهش نشون بده که چقدر سخته آدم بچه‌شو از دست بده، که نباید زندگی آدم‌ها رو به بازی گرفت. باید بفهمه معنی عذاب کشیدن یعنی چی. باید بفهمه چه حالی داره همه چیشو از دست بده. من، خانواده‌اش، همه کسایی که دوست داره، اون پولی که واسش مهمه. باید همه چی ازش بگیری. چلت شده. این مردی که با تو چی کار کرده؟ حالا فهمیدی با من چی کار کرده؟ تو هم به خاطر همین خواستی بچه‌شو بدزدی. اون موقع یاد من افتادی. سه ماه قبل. کیا هستن؟ یکیشون بکریه، یکم لجبازه، اما اگه بهش پول بدیم حرفمو گوش میکنه. یه رفیقی هم هست که تو زندان باش آشنا شدم، آدم با تجربه ایه، بکریمونو میشناسه. با تو پل خودم. فاهیر؟ نه اصلا اونو قاطی این موضوع نکن، مگه دیوونه شدی؟ دیگه اونو من باید تصمیم میگیرم. راجب من که به کسی چیزی نگفتی، کسی که نمیدونه، فقط من و تو ایم دیگه. فقط من و تو. خوبه، دفنه یه انباری داره، باید یه مدت اونجا بمونی. به عقل کسی نمیرسه بره اونجا سر بزنه. تو هم یه جای مطمئن باید پیدا کنی، یه وقت اتفاقی نیفته. فهمیدی که چی میگم؟ یه جایی هم میشناسم، اونجا خوبه. مطمئنی؟ مطمئنتر از جای توه. خودتو خسته نکن. خب تصمیم گرفتی چه روزی شروع کنی؟ شب خیریه هیچ کس تو خونه پیداش نمیشه، فقط پسره و زن راننده شاید خونه باشن. باشه، اگه مشکل پیش بیاد خودم حلش میکنم. اصلا دوستات فقط سریع عمل کنن کافیه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. من اون شب پیش لیلام، اگه مشکلی پیش بیاد سریع بهت زنگ میزنم تا خبرداشی. لیلا جون، الماس زنگ زده، انگار در دسترس نبودی. کرمو دستگیر کردم. چی؟ تو تعقیبشون میکنی، حواست به همه هست، چون معلوم نمیشه اونا میخوان چی کار کنن. بعد بکری میاد و بچه رو تحویل میگیره. سلام علیکم. نمیشه کس دیگه ای دخالت نکنه؟ بکری از همون اول پلیس شه. از تو دوربین مخفی شناساییش کنن و از سابقش هم خیلی زود پیداش کنن. آره لازم نیست، همون آدم ها خوبن، کسی هم دستگیر نمیشه. اون آدم های مطمئنی هم؟ دهنشون قرصه؟ هر چقدر پول خواستن بهشون بده تا هیچ چی نگن. فرصتی واسه حرف زدن نمیمونه. یعنی چی؟ کسی که قرار نیست کشته بشه.
خوش اومدی. بیا بیرون ببینم. بیا بیرون. فکر میکنی بچه بازیه؟ این کار با یکی دو نفر پیش نمیره و کسی هم زخمی نمیشه، مطمئن باش. چیزی که سخته کلانتریه. تا لیلا راضی نشه نمیشه کاری کرد. میشه میشه، لیلا خیلی هم خوب راضی میشه. وقتی جون بچه یادم تو خطر باشه آدم هر کاری میکنه. جرأت هم نمیکنه به پلیس خبر بده، اما باید پیامو به وقتش بفرستی. چی شده؟ پلیس رو قاطی این مسئله نکن، برگرد خونه. اگه به پلیس بگین پسرتون رو میکشم. فقط از حالا گفته باشم نباید بچه رو اذیت کنی. گوش کن، این کارا هیچ تضمینی نداره. اگه قرار اینجوری کنی ما قاطی این کارا نمیشیم. اصلا مهم نیست، اگه تو قول ندی من همین الان از این خونه میرم. بچه رو اذیت نمی کنی. اگه تو هم طبق قوانینت رفتار کنی نیازی نمیشه که کسی رو اذیت کنی. پس نترس، همه چی رو به راه میشه. اما هیچی اونجور که میخواستم نشد، همه چی خراب شد. اگه اون مردی که محمد دخالت نمیکرد هیچ کدوم از اینا نمیشد، هیچ کدوم. مادرته، زن بیچاره هر روز زنگ میزنه برای اینکه نفهمه هزار جور دروغ میگم. حالش هم زیاد خوب نیست، راجب تو هیچی بهش نگفتم. کار خوبی کردی، نگو. به خاطر من نباید قصه بخوره. الان کجاست؟ حالت اینا بردن شهرستان، گفتن تو خونه حالش بدتر میشه. منم بعدم بهش زنگ میزنم. ببینم برام لباس آوردی؟ آره آوردم، تو کیفه. تو داری چی کار میکنی محمد؟ محمد چی کار میکنی تو؟ من کار دارم. تا دکتر اجازه نداده حق نداری جایی. ببین باز داری عجله میکنی. نمیتونم اینجا منتظر بمونم، بعد عزلمو پیدا کنم. ما همه جا دنبالشیم، همه کارم انجام میدیم، ما اونو پیداش میکنیم محمد. اون پدرسک خواهر منو کشته، زندگی منو ازم گرفته، بعد پیداش کنم، بعد حسابشو بزنم کف دستش، اینو بفهم. شما دارین چیکار میکنین؟ من بعد از اینجا برم هر دارویی لازمه برام بنویسین برام تهیه کنم. نمیتونین جای برین. من از شما اجازه نگرفتم آقای محترم. منم اجازه نمیدم. دلت میخواد پلیس بذارم اینجا دستمان بهت بزنم؟ بابا حالم خوبه، چرا نمیفهمی؟ بچه که نیستم، نه بعد از شما اجازه بگیرم. وای محمد. آروم 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 محمد، حالت خوبه؟ یارو تخت، آروم باش. آروم. نوشه جونت داداش شورده خوش گذشت. آره من بشین بشین. داداش کرم، دایی پسرم خوش اومدی. دیدی چی کار کردی؟ یه روز با این کارات یه بلایی سرت میاد، گفته باشم. اونجوری منو نگاه نکنا. بذارید بیمارمون استراحت کنه، شما هم خستش نکنین. باش آقای دکتر. گفته باشم دم در پلیس گذاشتم.
از رو تخت بلند نشو لطفاً. باید اینجا فرار کنیم داش، با تو هم باید اینجا فرار کنیم. شش پسرم، چرت و پرت نگو، مردم میشنون این حرفو بلای جونت میشه. ای بابا دیگه نشتم از این حرفو بزنی. ببین داش، من حرفشو زدم، ولی وقتی فرار کردم التماس نکنی که تو رو هم ببرم با خودم. حواست به حرف زدنت باشه، ولی خودتو به کشتن میدی بچه. داش من اگه اینجا بمونم مردم، منی که آزاد نمیکنم به این راحتی. نکو اینجا برات خوبه پسرم، مگه نه؟ بکش کنار ببینم. عاقل باش، فهمیدی؟ خوابید؟ الهی بمیرم، بازم گریه میکنه؟ ای خدا، خدا بهش صبر بده. باشه باشه، تو رو خدا نذاری ناراحت بشه آبجی جمیله. باشه. نه نه، من اینجام، حالم خوبه. بازم باهاتون تماس میگیرم، خداحافظ. چی شده؟ متینسون مز به هوش اومده، دکتر گفت میتونیم بریم بعدن باهاش صحبت کنیم. خدا رو شکر چشممون روشن، شاید اون یه چیزایی بدونه. بریم به محمد خبر بدیم. باشه. بله، بگو رئیس. خوبه، همه چی رو به راهه، لازم نیست نگران باشی. آره، عزلم هم اینجاست. باشه، حرف میزنیم. خیلی خوب. کی بود؟ چی شده؟ بهت گفته بودم که خیلی چیزا رو هنوز نمیدونی. فکر میکنی همه چیز تموم شده، ولی تازه داره شروع میشه. چهار ساعت قبل. داداش تسلیت میکنم، خدا رحمتش کنه. حالتون خوبه؟ خوبم خوبم. خونن؟ آره خونن، بفهمین. خوش اومدین آقا محمد، بفرمایین. خیلی ناراحت شدیم، تسلیت میگم. خدا به شما و مادرتون صبر بده. مرسی. لیلا خانم اینا هستن؟ بله، بفرمایین تو. نه خیلی دارین گولم میزنی، تو زنده ایمی دیگه. نه عزیزم، من خواهر زن داییتم. پس چی رنگ هم مثل همین؟ چون ما دوقلوییم. دوقلو یعنی چی؟ آقا محمد،
من حالتونو میپرسیدم، از آقای اردال خبرتونو میگرفتم، گفتن که بیهوشین، دکترها گفته بودن بیدار شدین به هم خبر میدن، اما شما سریتر از من سراغمونو گرفتین. شرمنده تو رو خدا. چه حرفی، مهم نیست. نمیدونم چی باید بگم، خیلی ناراحت شدم، باور کنیم. تسلیت میگم. تسلیت میگم. ممنونم. خدا بد نده، شنیدم از مرگ برگشتی. درسته. الان که خوبین دیگه نه؟ کی مرخصتون کردن؟ مرخص نکردن، من فرار کردم. فرار کردین؟ گوشیشم با خودش نبرده. مرد به این بزرگی رسما داره مثل بچه ها رفتار میکنه. فقط دعا کنید کار اشتباهی نکنه. زخمشم خیلی بد بود، ایشالله که چیزی نمیشه. چی میشه هیچی نشه؟ که شما هم خبر میدادین، همه جا دنبالش میگشتن. دلیل؟ از بیمارستان فرار کردن که جرم نیست، مثل بچه ها برخورد میکنه، اما خب مرد بزرگیه، هر کاری بخواد میتونه بکنه. همش فکرش پیش عزلمه. این همه ساله که محمد رو میشناسم، ولی هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. توی مدت کم خیلی زود عاشق این دختره شد. الانم که یه جا نمیمونه، همه جا دنبال عزلم میگرده. برگرده ببینم میتونه کار این همه پلیس رو تنهایی انجام بده یا نه. الان که حالش خوب نیست، چه جوری پیدا کنه؟ بلایی نموند که سرش نیاد. کاش هیچ وقت تو این کار دخالت نمی کردم. داشتیم آروم زندگیمونو می کردیم. همش تقصیر اون شرمان است. محمد هم درگیر بلای خودشون کردن. چون آقا محمد رو میشناسی دیگه نه؟ ایشون نجاتت داد. استغفر الله، وظیفم بود. این حرف رو نزنین، ما مدیون شمایی. ازتون ممنونم. خیر گذشت. مرده به چه روزی افتاده؟ همش هم تقصیر اون بیشرف هاست. اینجوری نگو. چیه دروغ میگه؟ اونا به خواستشون رسیدن، ولی همه یه بلاها سر اون مرده اومد. اولین باری که اومده بود یادته؟ باس ببینیش، ببینی بیچاره به چه روزی افتاده. مگه راحت پسرم؟ خواهرش مرده، خدا نصیب هیچ کس نکنه. بفرمایید آقا محمد. ممنونم. چیز دیگه میل دارین؟ گرسنه نیستین؟ نه نه، ممنون ممنون. راستی من شما رو با صدف آشنا نکردم. نه، خواهر خدا بیامرز دفنه است، خواهر تو قدوش. خوشبختم. اگه وقت داریم میخوام در مورد چیزی باهاتون صحبت کنم. میشه بریم یه اتاق دیگه؟ بله حتما، بفرمایید. نگاه کن، این دوقلوی منه. واقعا؟ عزیزم مثل خودت خوشگله. چی شده؟ میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم، اما قبلش اینو بپرسم که کرم راجب دایش چیزی بهتون گفته؟ نه نگفته. چطور؟
بعد چیزی میگفت؟ نه، بعضی چیزا رو نمیدونم. نه اصلا چیزی نمیگه، از وقتی اومده خونه زیاد حرف نمیزنی. تا حالا با دایش تنها موندن؟ دوتایی؟ دایی امروز کرم رو دید، مگه نه عزیزم؟ آره، اما روز قبلش تلفنی با هم حرف زدن. این کافیه. دارچینم به در باز. الان میارم. شما زحمت نمی کشیدی، من درست می کردم. مگه می شکرم عاشق این شیرینی؟ خودم باید درست کنم. وقتی بچه بود نمی تونست بگه دارچین، داد می زد می گفت شیرینی تای چینی می خواه. خدای شکرت سالم به خونه برگشت. آره الماس، خدا رو شکر. مامان من دارچین نمی خواه. الو، بفرمایید آقا مراد. لیلا خانم دستش بنده، اما بذارین ازش بپرسم. کرمم خوابه، یه لحظه ببینم بیداره. کرم بیداری عزیزم، دایی میخواد باهات حرف بزنه، میخوای صحبت کنی؟ هان جونم، الو دایی. پسرم به خونت خوش اومدی. چطوری؟ خوبم. یاسمین تمومش نکن، واسه شیرینی میخوایمش. اما قدر میره باز میخره. باشه حاضر جواب، میره میخره. کی زنگ زده؟ آقا مراد بود، خواست با کرم حرف بزنه. داداشم؟ بله. دخترم شکلاتو رو تموم کردی؟ چی بریزیم تو کیک؟ کرم جان، تو اولین فرصت میام میبینمت، باید بشینیم مثل دوتا مرد با هم دیگه صحبت کنیم. چیزه، ازت یه خواهشی دارم. تا وقتی که با هم حرف نزدیم به کسی چیزی نگو. باشه؟ همه چی رو برات تعریف میکنم. باشه پسرم؟ باشه میبینمتون. باشه فیلم. کرم جان، دایی چی میگفت؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ یعنی حالمو پرسید، منم گفتم خوبم، گفت اولین فرصت میام میبینم همین. کرم، چیزی هست که بخوای به من بگی؟ مثلا چی؟ نمیدونم، مثلا در مورد داییت. نه، قراره چیزی بشه. ببین حرفامو خوب گوش کن، من دیگه نمیخوام تو یه لحظه هم ناراحت باشی. هر اتفاقی بیفته باید به من بگی، هیچی از من پنهون نکن. فکرم نکن که ناراحتم میکنه. باشه؟ پنهون نمی کنی، قبوله؟ باشه عزیزم، عزیز دلم، آفرین. حالا نمیخوای بیای پایین پیش ما؟ یکم میخوابم بعدش میام پایین. ببینین آقا محمد، اگه چیزی بود کرم حتما به من میگفت، من مطمئنم. شما چیزی میدونین؟ نمیشه گفت دقیقا یعنی میدونم. چی؟ من نمیفهمم. یعنی الان نیازی نیست در مورد این حرف بزنیم، اما هر موقع کرم آمادگی شده باشه باید باش حرف بزنم. شاید چیزی باشه که برامون تعریف کنه،
یه چیزی که بدون ما نمیدونیم. حتماً حتماً